این تصاویر نشان میدهند که موج بزرگی از پناهجویان و مهاجران در تلاشند که از بلاروس وارد پولند شوند. پناهجویان و مهاجران در نزدیک مرز مشترک میان پولند و بلاروس کمپ های را ایجاد کردند. ما پولند نمیرویم، ما به آلمان میرویم. آلمان زندگی است، نه پولند. هزاران تن در این خطوط سفری تجمع کردند و تلاش میکنند که وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند. مقام های پولند برای جلوگیری از ورود پناهجویان تلاش میکنند که نیروهای اضافی را به مرز بفرستند. سخنگوی حکومت پولند گفته است که در حال حاضر از 3 تا 4 هزار نفر در نزدیک مرز بلاروس با پولند حضور دارند و هزاران تن دیگر آمادند که آنها را دنبال کنند. در تصاویر اشخاصی را می شود دید که همه دارایی هایشان را با خود حمل می کنند و در حال حرکت به سوی پولند هستند که این کشور یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. مهاجران در محراق یک تنش دیپلماتیک میانه الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس و اتحادیه اروپا قرار دارند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی بلتا نشر کرده است، گاردهای مرزی بلاروس می گویند همه اقدامات لازم را برای تامین امنیت انجام دادند. پولند به نوبه خود اعلام کرد که اقدامات حفاظتی بیشتر را در مرز با بلاروس انجام خواهد داد. لوکاشنکو به خاطر اینکه به مهاجران اجازه می‌دهد از مناطق بحرانی به بلاروس پرواز کنند و بعد آنها را به مرز اتحادیه اروپا انتقال می‌دهد، در معرض انتقادهای بین‌المللی قرار گرفته است. او در واکنش به اقدامات تحریمی علیه کشورش اعلام کرد، دیگر جلو اشخاصی را که سعی می‌کنند خود را به امید یک زندگی بهتر به غرب برسانند، نمی‌گیرد. آب و غذا نداریم. تا چه زمان ما انتظار بکشیم؟ ما نمیدانیم که تا چه وقت در انتظار بمانیم. کشورهای مرزی اتحادیه اروپا مانند پولند و بلاروس برای جلوگیری از این سرازیر شدن مهاجران اقداماتی را انجام دادند. آنان میگویند که در طول ماه‌های گذشته هزاران تن از مرز عبور کردند. در این میان چند تن از مهاجران جانهایشان را در منطقه مرزی از دست دادند. آلمان هدف اصلی این گروه از مهاجران به شمار می آید. بر اساس اطلاعات وزارت داخلی فدرال آلمان، هر روز حدود 170 مهاجر از پولند به این کشور می آیند. این وضعیت نیست که شما می بینید. نزدیک است که در اثر هوای سرد، گرسنگی و هر چیز دیگر هر کس بمیرد. استیف آلتا سخنگوی وزارت داخلی آلمان می گوید که این رقم روزانه افزایش نیافته و روند فزاینده درخواست های پناهندگی نیز متوقف شده است. آلتا در ادامه به خبرگزاری آلمان گفت ما می توانیم به این نتیجه برسیم که اقدامات ما دست کم تا اندازه نتیجه بخش بوده است. از سوی هم پیوتر مولا سخنگوی حکومت پولند به خبرگزاری دولتی این کشور گفت از نظر وخامت اوضاع دوشنبه را می توان در مرز بدترین روز دانست. او گفت که شمار بیشتر از گاردهای مرزی به بخش‌های مربوطه مرز فرستاده می‌شوند. لیتوانیا نیز در حال تشدید اقدامات حفاظتی در مرز مشترک با بلاروس است. از زمان انتخابات مجادله برانگیزی که در سال گذشته در بلاروس برگزار شد، اتحادیه اروپا دیگر لوکاشنکو را به عنوان رئیس دولت بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. منتقدان که لوکاشنکو را آخرین دیکتاتور اروپا می‌نامند، توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌شود. کرملین روز دوشنبه از اقدامات نهادهای دولتی بلاروس در ارتباط با مهاجران استقبال